شبی که درستن نابود شد، بیلی در انبار گوشت بود. صدایی شبیه صدای پای غول‌آسا از بالای سرش می آمد. صدای بمب‌های انفجاری قوی بود. غول‌ها مرتب راه می رفتند. انبار گوشت پناهگاه بسیار امنی بود. آن پایین اتفاقی نمی افتاد و تنها حادثه فرو ریختن گاه گچ سقف انبار بود. به جز آمریکایی ها و 4 نگهبان آنها و چند لاشه تمیز شده، کس دیگری آنجا نبود. قبل از شروع حمله هوایی، همه ی نگهبان ها برای استراحت به خانه هایشان در درستن رفته بودند. همه ی آنها با خانواده هایشان کشته شده بودند. به راستی، همه چیز فناپذیر است.